در حالی که تاکید بر موثریت چین من حیث یک همتا و همسایه تاثیرگذار بر آینده افغانستان در طول چند ماه گذشته تشدید یافته است، طالبان انجام حداقل یک دور ملاقات را در بیجینگ با مقامات چینایی تایید کردند و امروز نیز مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان روی گسترش بیشتر روابط افغانستان با چین نشستی داشت. شرح بیشتر جزئیات این نشست را از مهمان این ساعت برنامه در استودیوی کابل میشنویم. محترم آقای فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیکی با ما هستند. آقای تمنا سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه. آقای کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، امروز از تعیین محل انجام مذاکرات با طالبان خبر داد. آیا شما در مورد این محل معلومات دارین؟ آیا در افغانستان خواهد بود، چین یا عربستان سعودی؟ با سلام به شما و بینندگان محترم، اجازه بدین در خصوص محل توافقات اساسی صورت بگیره و مقامات افغانستان به زودترین فرصت اعلام خواهند کرد. اما ارجحیت حکومت افغانستان ایست که هر گفتگوی بین الافغانی باید در درون حکومت افغانستان انجام بشه، مگر ای که برگزار شدن هر نشست با مخالفان مسلح حکومت افغانستان در خارج بتوانه زمینه ها را هموارتر بکنه. بله. برای صلح و پیشرفت پروسه آشتی ملی کشور. خب طالبان تا کنون حداقل انجام یک دور ملاقات و گفتگو را با مقامات چین تایید کردن و چین یکی از متحدین ارشد و تاثیرگذار بر پاکستان خوانده شد. آقای کرزی در نشست امروز هم بیان داشت که چین میتونه از طریق دیپلماسی بر پاکستان فشار بیاره تا با افغانستان در عرصه صلح همکاری کنه. به نظر شما چین نقش را میتونه چین در زمینه سازی مذاکرات صلح ایفا کنه؟ همونطور که پیشتر فرمودین، هیچگاه روند صلح و آشتی ملی افغانستان در طول سالیان گذشته اینقدر پیشرفت نکرده بوده. لذا حکومت افغانستان با استفاده از مناسبات دو و چند جانبه با تمام متحدین منطقه و بین المللی خود به دنبال عینیت بخشیدن به آنچه است که در روند صلح و آشتی ملی مورد نظر ملت و دولت افغانستان هست. جغرافیا یک امر تغییر ناپذیر است و چین یکی از بزرگترین متحدین منطقه ای افغانستان هست و بدارای پتانسیل های فراوانی چه در منطقه و چه در سطح جهان. بله. حکومت افغانستان با توسل به ابزار دیپلماتیک میخواهد که از توانمندی ها و پتانسیل های چین و نفوذ و ارتباطی که چینی ها با جمهوری اسلامی پاکستان دارند روند صلح و آشتی ملی در افغانستان تسریع ببخشند. طبیعی است که گفتگوهای سه جانبه که قبلا وجود داشته بین افغانستان، پاکستان و چین، اونها یک بستر مساعدی است برای از اینکه ما بتوانیم که به درک مشترک برسیم میان هر سه کشور، به ویژه بین افغانستان و پاکستان با کمک و مساعدت چینی ها. بله، خب تا کنون چین در دهه اخیر افغانستان من حیث یک محل سرمایه گذاری و بیشتر امور اقتصادی تلقی میکرد مانند و بعضی روابط داشت مانند کسب امتیاز معدن مس عینک. فکر میکنید چی باعث شده که چین در عرصه سیاسی در افغانستان فعال شود؟ ببینید، ما در طول 13-14 سال گذشته در عرصه‌های مختلف با چین همکار بودیم. هنوز هم اولویت ما در ارتباط و مناسبات دو جانبه با چین مناسبات اقتصادی است، چون چین یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان هست و می‌خواهیم که از این پتانسیل‌ها در راستای انکشاف و آبادانی افغانستان بهره‌مند شویم. اما در جایی که می‌تواند چین مؤثر باشه در ساختار در مسائل سیاسی و همچنین کمک کنه افغانستان برای پیشبرد روند صلح، طبیعی است که با مناسبات سیاسی هم به میان خواهد آمد. این به معنای تغییر در سیاست خارجی افغانستان در قبال چین یا بالعکس چین در قبال افغانستان نیست. بلکه امنیت می‌تواند بسترساز سرمایه‌گذاری اقتصادی و روابط اقتصادی دو کشور باشه و امنیت در افغانستان بدون پیشبرد موفقانه پروسه صلح امکان پذیر نیست. این هم چینی ها درک میکنن و هم افغانستان. خب بدون شک رقابت های اقتصادی هم تاثیرات سیاسی را بر روابط کشورها از خود بر جای میگذاره. چین در حال حاضر با قدرت های دیگر جهان به شمول ایالات متحده در رقابت اقتصادی است. فکر میکنید این موضوع تا چه حد افغانستان را برای چین من حیث یکی از کشورهای فراهم آورنده مواد اولیه برای اقتصاد و کشور حائز اهمیت قرار داده؟ طبیعی است منابعی که در افغانستان وجود داره و همسایگی افغانستان با جمهوری مردم چین یک پتانسیل قوی است برای گسترش روابط دو جانبه و چین برای پیشرفت و انکشاف خود برای
متعادل نگه داشتن رشد اقتصادی خود نیازمند است به منابع و مواد خامی که در افغانستان و سایر کشورها هست. طبیعی است که یک عنصر تاثیرگذار هست بر نوع نگاه چین به افغانستان. بله. اما در خصوص رقابت، اگرچه در عرصه اقتصادی معنا داره در تمام کشورهای دنیا، اما اجازه بدین یک مسئله را عرض کنم که افغانستان تنها کشوری بوده که محل رقابت بین چین، روسیه، آمریکا و هند نبوده. حداقل رقبای منطقه آمریکا در خصوص افغانستان اجماع نظر دارن با ایالات متحده آمریکا و یک پتانسیل هست هم برای افغانستان و هم برای قدرت‌های منطقه‌ای که از این بتوانن از این موقعیت افغانستان استفاده بکنن. برای شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که رقابت جهان کشورهای مثل چین، روسیه یا ایالات متحده در بخش افغانستان است. به نظر شما این شمولیت افغانستان در همکاری های از این نوع چقدر حساس می‌سازه تا علایق خود را در رابطه با چین یا ایالات متحده یا روسیه در منطقه حفظ کنه؟ ما در طول 13 سال گذشته یک تمرین بسیار موفقانه داشتیم در خصوص اتخاذ یک سیاست خارجی مبتنی بر موازنه. هم با ایالات متحده آمریکا رابطه داشتیم، هم با ایران، هم با چین، هم با روسیه، هم با هند و هم با پاکستان. طبیعی است که او سنگبنای محکمی که در سیاست خارجی افغانستان گذاشته شده در 13 سال گذشته روشن کننده چراغ راه حکومت وحدت ملی خواهد بود. بله. افغانستان به هیچ صورت نمیخواهد محل تنازع و رقابت همسایگان و یا کشورهای منطقه و فرا منطقه باشه. لذا بیش از 90% سیاست خارجی افغانستان در طول 5 سال آینده مبتنی بر اقتصاد خواهد بود. بله. و این پتانسیل های اقتصادی افغانستان را تغییر میده از یک کشور محاط به خشکی به یک کشور وصل کننده منطقه در عرصه تجارت و ترانزیت. هم هندی ها، هم پاکستانی ها، هم ایران، هم چین و هم آسیای میانه بهره مند خواهند شد از موقعیت. بله. افغانستان که در پیامد ارتقای وضعیت امنیتی. ممنون شما. تشکر از حضورتان آقای تمنا و از تحلیلی که در قبال نشست امروز در مورد اهمیت نقش چین در قبال افغانستان ارائه دادین. موفق باشین. تشکر.